نام و یاد خدا خیلی ممنونم از آقای بادامچی که این فضا رو معیا کردن و امروز در خدمت شما عزیزان هستیم من صحبت استاد عبدالکریمی که استاد خودمون رو که گوش می کردم <coughs> یاد یک خاطره افتادم که ما در یک جلسه بودیم در یکی از این مؤسسات غیر آکادمیک و اونجا دعوای این بود که آیا فیلسوفان و جامعه شناسان حق دارن در مورد سینما صحبت کنن یا نه؟ چون معلفه های خودبنیاد سینما رو یا معلفه های خودبنیاد هر هنری رو به اون معنایی که در اون مد شکل میخوره کنه شاید درک نکنه اما من اینجا خب از این منظر وارد نمیشم چون عنوان این نشست هست جوکر و حوادث آبان ما ابتدا یک پندقه یک مقدمه میگم و بعد از این مقدمه سعی میکنم که تصویر دروغینی که از این فین برای ما ساخته شده را کمی برملا کنم، کمی آشکارسازی کنم که چگونه یک فین جوکر رو به مسابقه یک بتمن به ما معرفی میکنه و قربانی رو به مسابقه یک قهرمان. ابتدا بگم که ورود به, به متن سه سه یعنی ما سه تا اپیزود داریم در ورود به متن. یک ورود ایدئولوژیکه. هر متنی، متن هنری، متن اجتماعی. ورود ایدئولوژیک به دنبال رهایی یعنی در متن به دنبال معلفه های رهایی میگرده و عناصری از متن رو انتخاب میکنه که با واقعیت اجتماعی خودش و جهانبینی خودش تطابق داشته باشه این ورود ایدئولوژیک اشکالی که داره معلفه های درونی اون متن رو نادیده میگیره تکه برداری میکنه گزینشی برداشت میکنه از متن و اشکالی که پیش میاد اینه که در زیل یک فلسفه پوزیتیویستی شاید ظاهرا از هرمونوتیک بحث کنه یا ظاهرا از تعویل مد صحبت کنه اما در زیل یک فلسفه پوزیتیویستی واقعیت رو به مسابه اثر میگیره یا اثر رو باستا به واقعیت میگیره به هیچ عنوان متن خودبنیاد هنری یا چیزی به نام سینما صرفاً باستا به واقعیت نیست درون خودش معلفه هایی داره یگانه و منحصر به فرد که خودش شاید واقعیت سازی کنه یا واقعیتی رو رقم بزنه بلکه معطوف به خیشه و حتی گاهی اوقات اگر خیلی دقیق بشی نال، یعنی نعل وارونه میزنه اون چیزی که میسازه اصلا تا به واقعیت نیست یک ورود دیگه به متن ورود اکادمیک ورود از جنبه تخصصه یعنی ما متن رو در حسار متد قرار میدیم بررسی در اون متنی میکنیم اینجا با جنبه های رهایی بخش متن یا فیلم سر و کار نداریم اینکه فیلم چه پیشنهادی میده چه نسخه ای می میده چه باستابی از واقعیت مهم نیست رو در روی مواجهه ایدئولوژی قرار میگیره این ورود به متن و در این ورود به متن ما حصار آکادمی رو بر کنش انسانی ارجعیت میدیم یعنی ارجعیت ما اینه که ما یک حساری داریم به نام متد و متدولوژی که ورود حرفه‌ای داریم به متن یک برخوردم برخورد عوامانه است برخورد عوامانه با فیلم یا متن اینه که ما تکه های گم شده یا نداشته یا آرزوها یا امیال خیش رو در فیلم جستجو کنیم مثل به یک کتاب که یک کسی میاد ایدئولوژیک برخورد میکنه یک کسی میاد تخصصی برخورد میکنه یکی میاد عوامانه برخورد میکنه با کتاب میگرده ببینه کجاش مثل زندگی خودش این سه گونه ورود به فیلمه یعنی سه گونه ورود به هر متنی حالا فیلم یا هر اثر دیگه من فکر میکنم ما در مواجهه با جوکر چند تا نکته رو باید اول به عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم که اشاره نشد این فیلم بالغ بر یک میلیارد خورده دلار فروش داشته یکی از موفق ترین فیلم های این چند ساله بوده این معلف ها رو یادمون باشه یک فروش بسیار خوب هزینه که کرده هلوش 50 میلیون دلار 60 میلیون دلار بوده واقعیت که توی سرچ ساده توی گوگل نشون داده میشه از کمپانی برادران وارنر اومده این فیلم یعنی در با حمایت اون کمپانی این کمپانی ما اگه سابقه رو بررسی کنیم چند تا لهستانی یهودی و بودن که صرفا یک سری دقدقه های در ظاهر داشتن اولین بار صدا رو وارد سینما کردن اینها یعنی انقلابی بود خودش در, در اون دوره و ما ف... میبینیم که خب همون کمپانی داره این کار رو میکنه پس این واقعیت های فیلمه من این مقدمه رو گفتم که حالا اشارات خودم رو در مورد فیلم بگم برخورد من نه صرفا برخورد ایدئولوژی که, که نمیتوانیم فارغ از ایدولوژی باشیم نه صرفا برخورد خیلی دقیق به مسابقه یک منتقد سینما است چون منتقد سینما معلفه هایی داره که من معلفه ها رو دارا نیستم ببینید فیلم جوکر در ادامه سنت قهرمانسازی هالیوودیه فیلم جوکر این بار نه قهرمان رو در زیل استوره نظم در که در زیل استوره آشوب داره نشون میده ما با جوکری ما مواجهیم که انگار داره بتمن میشه و خیلی هوشمندانه در سکانس های مختلف فیلم حتی در سکانس افتتاحیه بسیار رو نشون داره میده که چی میخواد بگه یعنی کسی اگه سکانس افتتاحیه این فیلم رو ببینه متوجه میشه که یک آدمایی دارن رد میشن این جوکر رو میزنن دوربین دور میشه کم کم از جوکر و جوکر به مسابقه یک مظلوم اما قهرمان داره نمایش داده میشه یعنی همونجا رویکرد کارگردان مشخصه وقتی این دوربین فاصله میگیره این مظلوم میشه قهرمان این مظلوم در پوینت آف ویو که ما داریم میشه یک قهرمان به نظر میرسه که این قهرمان ما در طول فیلم دچار یک سری تاثیر و تاثراتی هم شده اما مسئله مهم اینه قهرمانسازی از یک قربانی مگر ممکنه من با توجه به واقعیت هایی که پشت فیلم وجود داره دچار توهم توته نیستیم اینجا یک سری واقعیت های آم آماری هست واقعیت هایی که پشت فیلم وجود داره انگار ما همیشه یه امیدی داشتیم که جامعه بتونه اصلاح بشه جامعه چجوری اصلاح میشد توسط افراد ما میگفتیم حالا تلویزیونی اومده رسانهی به نام تلویزیون که اینجا میتونه باستاب دردهای جامعه باشه کارگردان فیلم یا پروژه‌ای که پشت این فیلمه بسیار هوشمندانه تلویزیون رو خراب میکنه تصویر تلویزیون مخدوش میشه یعنی میخواد بگه که تلویزیون دیگه جوابگوی اون نیازهای انسانی نیست تو با باستاب خیش در تلویزیون با فرافکنی خیش بر دیگری به نام تلویزیون نمیتونی تبدیل به قهرمان بشی باورپذیریش برای جامعه سخته و بسیار هوشمندانه این رو هم در اصلیشون میده که هنوز موبایل نیست همه اینا هدفمنده به نظر من وقتی تلویزیون خراب میشه چی میمونه ولکام تو دی سینما به سینما خوش آمدید اما اینو نمیگه اینو نمیگه تلویزیون رو برای ما خراب میکنه تا سینما باقی بمونه سینما به مسابه یگان عنصر رهایی بخشی که در اون کنش قهرمانانه یک قربانی رقم میخوره کنش قهرمانانه, قهرمانانه یک قربانی که معلفه های کلاسیک قهرمانسازی و عبرمنسازی در این فیلم کاملا در اون رایت میشه در قاب بندی در نوع فیلمبرداری در دیالوگها ها همه جا این رعایت میشه به قول فوکو که میگفتش که فیلسوفان روانشناسان جامعه شناسان کشیشان عصر جدیدن اینجا میشه اشاره کرد که سینما کشیش اصر جدیده سینمایی که میاد قربانی شدن تو رو نشون میده تا به طرز بسیار ماهرانه ای تو رو به همدلی واداره حتی گریه کنی برای این فیلم حتی فکر کنی چه قربانی بزرگی ولی فاقد هر گونه جهان بینیه حتی حتی فاقد نیهلیسم فعاله اگه ما نیهلیسم رو به دو بخش فعال و منفعل تبدیل کنیم گاهی اوقات یاد میکردیم از اینکه نیهلیسم فعال بسیج توده ای ایجاد میکنه نیهلیسم فعال همه, همه رو به هم نزدیک میکنه این فیلم بسیار هوشمندانه این رو هم رد میکنه یعنی در پروژه‌ای که داره بسیار دقیقه سینما رو جایگزین تلویزیون میکنه موبایل رو نشون نمیده دیگه توی یک عصری که اینجا موبایل رسانه نیست به طور اتفاقی امروز کلیپی میدیدم از یک کنسرتی از یک سلبریتی که همیشه و همه جا کنسرت داره یکی از این بچه های کوچیک که اونم سلبریتی بود اسم کچلیک بهش میگفتن چی بود یه همچین اسمی داشت اون گیریم جوکر کرده بود در کنسرت و اومده بود اونجا و همه تشویقش میکردن جوکر به راحتی قهرمانسازی و مصرف شدن رو برای ما فراهم کرد یعنی اگر آگاهی از ساختارهای تبعیض قرار بود در کنشهای حقیقی و خود رقم بخوره جوکر با قهرمانسازی این قربانی اون رو تبدیل به ابژه مصرف دوباره در رسانه ها کرد در کنسرت ها کرد و به همین راحتی کنش های اصیل ما در مهاق قرار گرفت به نظر میرسه که جوکر اینجا فرمی از مناسبات جدید رو تولید کرده ساده لحانه است اگر فکر کنیم جوکر قرار بوده نسخه به ما بده از اول هم قرار نبود جوکر نسخه به ما بده باز تا به واقعیت به اون معنا هم نیست جوکر شما رو دعوت میکنه که جوکر شوید جوکر یک قهرمان است ببینید من قهرمان شدم و اساسا در یک فرمول معکوس شما رو در همون جامعه اتمیزه شده به قول دکتر عبدالکریمی در همون افرادی که اتمیزه شدن در همون ساحت شما رو قرار میده هیچ پروژه جمعی نداره امر جمعی رو در واقع جوکر نابود میکنه با این فرض من یک اشاره میکنم به نظریه جامعه نظریه جامعه به این معنا که امر جمعی کی اتفاق میفته در فیلم جوکر به نظر میرسه که امر جمعی فاقد عناصر فردی است چون هیچ جمعی وجود نداره تا در مقابل اون فردی شکل بگیره از قول زیمل یاد میکنم که میگفت بیگانگی خود فرمی از رابطه اجتماعیه جوکر اینجا خود فرمی از رابطه اجتماعی جدیدی رو برای ما ایجاد کرد گفت جوکر شوید اگر نمیتوانید چیزی شوید اگر نمیتوانید تبدیل به قهرمانی شوید جوکر شوید جوکر خود یک قهرمان است این خود قهرمان پنداری جوکر به نظر میرسه که ناشی از آگاهی های ساختاریه که بشر در طول صد سال معاصر در سرمایداری کلاسیک، در سرمایداری دولت رفاه و در سرمایداری که مبتنی به نورلیبرالیسم جدیده داره از دست میده روز به روز. و این هوشمندی که اینها موبایل و رسانه های جدید رو نشون نمیدن تو فیلم به نظر من ناشی از همینه و متأسفانه، متاسفانه منتقدانی امثال اسلاوی جیجک که منتقد فیلم هم نیست گاهی فیلم هم نگاه نمیکنه نقد میکنه خودش تو مصاحبه هاش میگفت و مد شده در مؤسسات ما برگرفته از اسلاوی جیجک سینما رو نقد میکنن کسی که با وارد کردن دوباره روانکاوی همراه با اقتصاد سیاسی به عرصه سینما در واقع خودش ابژه جذابی شد برای سرمایه داری خودش کسی شد که در سخنرانی هاش یا مناظرهاش بلیتاش در بازار سیاه هزار دلار هزار دلار خرید و فروش میشه این اسلاوی جیجک با یک تخخور زمانی وارد نقد سینمایی در ایران شد و اون رو به عنوان قهرمان مبارزه با سرمایداری شناختیم دقیقا در بازی و میدانی قرار میگیره که خود سرمایداری داره اونو شکل میده بازی و میدانی که نقد فیلم جوکر به مسابه تناظر با بقایای قربانی های جامعه, جامعه میتواند شکلی از قهرمان سازی میتواند شکلی از عبرمند سازی رو در ذهن ما ایجاد کند ولی ایجاد نمی کند نتیجهش می شود همین چیزی که مصرف اول ها در حوزه رسانه و موبایل و فضای مجازی که فضای مجازی نیست فضای مجازی نیست خودش واقعیت می سازه. سینما واقعیت می سازه. این اشتباس من اصخایی می کنم از دکتر عبدالکریمی ولی متناظر با واقعیت نیست سینما سینما سوژه تولید میکنه خودش شما ببینید در عصری که به قول شما همه جهان از هنگ کنگ تا خاور میانه تا آفریقا درگیر ساختار تبعیزن این فیلم ایجاد میشه حتی در خود آمریکا هم سر و صدا میکنه اما دقیقا در وقتی ایجاد میشه که یک استکاک های فکری داره پیش میاد بین اصلا آنهایی که به سرمایداری اعتقاد دارن یا ندارن اصلا اساسا جهان داره مورد پرسش قرار میگیره ناگهان یک قهرمان از یک قربانی تولید میشه یک یک بتمنه جوکر که جوکر نیست یک بتمنه حالا ما فکر میکنیم قربانیه نمیتونه بتمن باشه نه صرفا زیل اسطوره نصب تعریف نمیشه در اسطوره آشوب هم بتمن میسازیم تا این بتمن در سینما همون قدری مصرف بشه که ما در موبایلمون صحبت یا کنش یا اون چیزی که بهش میگیم حالا در جستجوی عدالت بودن رو داریم مصرف میکنیم من حرفام رو خود جنبندی کنم من نمیخوام بگم که یعنی دعوت نمیکنم به کنش معطوف به امر سیاسی اما دقیقا جایی که امر جمعی خودش رو میخواد متولور کنه جوکر شدن تبدیل میشه به یک پروژه جمعی جذاب مبتنی بر معلفه های سینمایی که دقیقا در راستای در راستای قواعد کلاسی ابرقهرمانسازی داره عمل میکنه یعنی داره ابرقهرمان تولید میکنه من به عنوان کسی که جامعه شناسی خونده احساس میکنم که از دوره کلاسیک تا به امروز روز به روز مفاهیم اجتماعی داره تبدیل میشه به مفاهیمی صرفا برای لذت فکری صاحبان نظر قرار نیست حتما هر چیزی که ساخته میشه در فضای حقیقی یک رهایی بخشی یک گسست ایجاد کنه شاید بشه گفت تنها لحظات گسست در بشر همون لحظات انقلابه که اون هم تموم میشه انقدر تبعاتش زیاده که بشر اصلا دوست نداره این تجربه تاریخی رو به قول دکتر عبدالکریمی تکرار کنه اما گسستی که این فیلم ایجاد میکنه گسست بین من و جهان واقعیه این فیلم اساسا بین من و جهان واقعی یک صد بزرگ قرار میده صد بزرگی به نام سینما برهوتی از حقیقت سینما بسیار ولی جذابه خود بنیاد زیباست ابتزال اما زیباست این برهوت شما رو دعوت نمیکنه نمیتونه دعوت کنه فاقد جهان در ظاهر البته جهان بینی داره مسئله دوگانه است جهان داره اما فاقد هر گونه جهان بینی جمعیه از این منظر من فکر میکنم که به غلط ما فکر میکنیم که جوکر در پی ایجاد همدلی در ماست من فکر میکنم جوکر برای فراموشی آمده جوکر آمده تا ما فراموش کنیم که حقیقتاً ساختار آگاهی دچار یک ابتزال وحشتناک شده جوکر آمده تا ما فراموش کنیم که می توانیم جوکر شویم با جوکر شدن ما را به فراموشی وامی دارد. و این به نظر من خطر این فیلمه من از اون دسته آدمایی نیستم که بگم که حالا یک ساختار سیهیونیستی پشت این فیلم هست این فیلم قرار نمیدونم توطعه کنه فلان کنه نه ولی داده ها نشون میده و ساختار خود سینما نشون میده و کارهای امثال جیجک سلبریتی های مثل جیجک نشون میده که فرافکنی از اقتصاد سیاسی اون چیزی که مارکس میگفت الهیات سرمایه داری فرافکنی از الهیات سرمایه داری در فیلمی که ما رو به مزحکه گرفته و یک میلیارد دلار میفروشه چون زیباست خود من سه بار این فیلمو نگاه کردم چون زیباست این اتفاقیه که داره این سینما برای ما رقم میزنه بر صورت ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید ببخشید اگر جسارت کردم خدمت دکتر عبدالکریمی و زاویه دید خودم رو نسبت به این مسئله گفتم امیدوارم که وقتتون رو نگرفته باشم ممنون